خب جنگل آسفالت اپیزود پایانی، ای بابا جنگل آسفالت تموم شد، اینجوری که ما خیلی ناراحت میشیم. باز دست دستن در کاران نماوا درد نکنه که بعدش برامون سریال قربت رو در نظر گرفتن که از دور شبیه همون جنگل آسفالته. اینجوری کمتر دلتنگ سریال محبوبمون در طول 10 سال اخیر شبکه نمایش خانگی میشیم. لازم به ذکره که هفته پیش به جنگ جنگل آسفالت نرفتیم چون سینا ادیتور کافی سینما بهم گفته بود که اگه ایرج این اپیزود لباسشو عوض نکنه من دیگه نیستم، من دیگه ادیت نمیکنم. ایرج هم متاسفانه لباسشو عوض نکرد، اما چون قسمت پایانی سریال بود سینا رضایت داد که یک بار دیگه پای ادیت این پیس آف شت بشینه. البته من هنوز بهش نگفتم که فصل دوم در راه، شما هم صداشو در نیارید و بیاین به جاش بررسی رو آغاز کنیم. و البته اصلا فراموش نکنید که ویدیو رو لایک یا کانال رو سابسکرایب کنید، چون ما پای این پیس آف شت عرق ها ریخته ایم. اپیزود آخر فصل یک، کارگردان میدونه چه مأموریت حساسی برای برآورده کردن رضایت مادر پیش داره، بنابراین سریال از جایی آغاز میشه که هیچ احدی فکرش هم نمیکرد. قبرستان موتور، لوکیشنی بدی و نو که بدل به محل تاخت و ترکتازی ایرج خان طلا شده. ایرج اول یه قلپ از چای میخوره و آب از آب تکون نمیخوره، اما اندکی جلوتر با نوشیدن جرعه دوم متوجه میشه که چای جوشیده. این در روانشناسی شبکه نمایش خانگی فقط یک معنی داره که ایرج طلا از یک سوراخ دو بار گزیده میشه، ولی نه بیشتر. در سکانس بعد از 14 اپیزود آزگار متوجه میشیم اسم آقای تریاک که نمیدونم تا الان تو سریال چه نقشی داشته، ولی حتما تو فصل دو نقشش پررنگ میشه، حمید بهمنیه. خواهر هما بابا یه جوری میگه ببخشید آقا بهمنی، تو رو خدا برو سند و بیار با تا ظهر برم هما رو از بند بکشم بیرون، که انگار ندیده رو میز درینک و مزه کنارش و انگار نشینده که آقا بهمنی تو رو چه تو باغچه خطابش میکنه. اما به هر حال به لطف ورود نیروهای خدوم پلیس نما که اول زنگ میزنن و بعد پیرو مکتب خلق و ساعت دم در ظاهر میشن، خواهر هما بابا میزنه به چاک تا وارد سکانس بعد شیم و با نقشه مولا درز نروی ایرج مواجه شیم. مرتضی قابلمه به ایرج گفت من نسیه از زندون بیرونم، نزار برم تو کار شر میشه، زن و بچه‌م میمونم با یه کاسه چه کنم دستشون، ولی کسی گوشش بدهکار نبود. مطمئنم اگه ایرج یه درصد فکر میکرد که قرار مرتضی قابلمه برای هرچه مخفیانه تر برگزار شدن این حمله با سر شوهر آتی دیوونه و بوق روفرمون سمفونی راه بندازه، هرگز این بازیکن رو برای طراحی این حمله به قصد عکس خط تلفناتی ارسال نمیکرد. عاشق اینور اونور نگاه کردن مرتضی قابلمه بعد از این حجم از بوق، برو حاجی هیچ کس نفهمید. قسمت آخره. او واو، نیروهای خدمه پلیس نما در حقیقت دوست دست راست دست آموز پاشا بودن. حالا واقعا نمیدونم نیروهای خدمه پلیس واقعی سندی که به اسم آقا بهمنیه رو چطور برای ترخیص هما بابا از بند میپذیرن. شاید هم انقدر آقا بهمنیو زدن که سندو زده به نام خواهر هما بابا. نوز ناسلامتی، اینجا جنگل آسفالت و اینم شماره 8 تیم ملی. هنگامه خوب فوتبال کن. میبینید فقط همین دو تا هدی شات میشه یه سکانس میشینه کف جنگل آسفالت. هنگام از سر تمرین تیم ملی بلند میشه، میکوبه میره تو ساختمون نیمه کاره پاشا که بهش بگه من آدم رابطه نیستم، منو از ذهنت پاک کن. این منطق پژمان تیمورتاش کارگردان این کوفتیه. تکنیک با پا پیش کشیدن و با دست پس زدن و اگر از دو طرف بکشی تا جر بخوره میشه این. و تو این 14 قسمت حداقل 20 تا سکانس تو این لوکیشن گرفتیم، ولی یه وقت دوربینو نچرخونیم یه سمت دیگه، یه وقت اندازه قاب با دیالوگ ها و عواطف موجود در چهره کاراکترها تطابق نداشته باشه، اینا مال خارجه. ما بسار داریم و موسیقی سوزدار. در سکانس بعد در کمال تعجب ایرج طلا طی تماس تلفنی با آتی دیوونه خطاب میکنه. بسیار خرسندم که صدای ما به گوش مسئولین میرسه. فقط بی زحمت بودجه که تزریق شد برای سیزن دوم لباسای ایرج رو عوض کنی. چرا لباس امیر بروکلی هم شد همون لباس ایرج طلا؟ ولی الحق اگر آتی دیوونه است، دخترش دقیقا نقطه مقابل سوار بر روح و روانه. تو قبرستون ماشین با غریبه ها بازی کنی، جیکت در نیاد جیگر میخواد. شادم نه، همه اینا منطق جنگل آسفالت. بچه که نمیفهمه. واقعا این چه مرگ مزمنیه که آقا بهمنی به خواهر هما بابا بگه هلو دوست داری و خواهر هما بابا بگه که زمستون هلو؟ خب این درختا سبزن، همه درختا سبزن، کی کاپشن تنشه؟ کدوم زمستون؟ خب نمیشد آقا بهمنی بگه خرمالو دوست داری، خواهر هما بابا بگه تابستون و خرمالو؟ ولی دست متر، مهم اینه که کارگردان تگه این سکاس تفاوت عقیده در نسل ها رو در قالب زنان این خانواده در یک ماشین به نمایش میکشه. هما بابا و خواهرش صحبت میکنن، آرزو هم خفه شده و سکانسی دیگر از کشیده
شدن تکنیک با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و جر خوردنش. میشینی پشت ماشین پاشا تا درب منزل میرسونیش، بعد میگی نه قربونت، دوست داشتن تو بذار در کوزه با آبش حمام فرانسوی کن. اما خانم ها و آقایان، لحظه برخورد هنگامه با مامان پاشا، همینجا اگر سریال تموم شه و ادامه این اپیزود به عنوان فصل دوم منتشر شه، من یکی خورده ای نمیگیرم، چون این همون تعبیر ایجاد تعلیق در دل سینماست. این همون لحظه ای که هرگز از ذهن من پاک نمیشه، فقط جای جمشید خالیه پیش فریکوله و هنگامه و پاشا و مامان پاشا. و لحظه حماسیه، بنابراین موزیک متن ارباب حلقه ها پخش میشه و مادر پاشا با برقرار کردن چند تلسم حلقه رو دست هنگامه میکنه. مبارک باشه. امیر بروکلی در قبرستان موتور با بچه آتی دیوونه روبرو میشه و به خودش میگه اوه شت، من تکنیکلی بابای این بچه‌ام. بنابراین این بازیکن به فکر فرو میره. حیف که ورود مخفیانه یکی از نیروهای ارتش سایه ها مانع از بیشتر فرو رفتنش در این فکر میشه و حالا وقت یک فایت سین بی‌نظیره. ببینید دوستان، لحظه به لحظه این فایت سین طراحی شده. کاملا مشخص کارگردان روی استوری بورد پیش رفته. هر جا پاس کنید میتونید چشماتون رو از جزئیات سیراب کنید. ولی این کارو نکنید، چون قراره د کوین هرسلف وارد پیکار شه و به ارتش سایه های خودش دستور بده تا عملیاتو متوقف کنن. پیکر نیمه جان بروکلی و جعفری سر تا پا گوش میشن تا آتی دیوونه سخنرانی کنه. تئوری های بسیاری در جای جای اینترنت به چشم میخوره و همه در پی پاسخ به یک سوالند: آتی دیوونه چطور جای دخترشو پیدا کرده؟ ولی نگران نباشید مخاطبین ارجمند، من مطمئنم که کارگردان در فصل دوم به همه این سوالات پاسخ خواهد داد. فعلا فقط به یک نکته توجه کنید: آتی دیوونه است و در راه این دیوانگی مفرط 1,000,000 دلار تقلبی چاپ کرده. و اینجاست که کارگردان میگه من قراره تو این سریال شما رو سورپرایز کنم، من فقط میخوام برای شما انتظار ایجاد کنم بعد بشکنمش. طبیعتا همه ما فکر میکردیم بعد از سکانس حماسی حلقه تو دست هنگام کردن مامان پاشا، این زوج نو میرن در مستطیل سبز تا هنگام خوب فوتبال کنه و پاشا خوب فوتبال کردن هنگام رو تماشا کنه. اما این اتفاق نمیفته و هنگام صرفا از ماشین پیاده میشه و میره تو خونهشون. همین واره که بحث فوتبال و خوب فوتبال کردنه و اپیزود آخر، من باید تکلیف این مساله رو روشن کنم. انتقادهای بسیاری شنیدم مبنی بر زیر سوال بردن منطق سریال. انتقادی نظیر اینکه هنگامه چطور بدون حضور در یک تیم فوتبال باشگاهی به تیم ملی دعوت شده؟ پاسخ واضحه: هنگامه خوب فوتبال میکند. امیدوارم تو فصل دوم که هنگامه از ایران رفت بره تو بانوان چلسی تا خیال همه منتقدین راحت و آسوده بشه که همه چیز جنگل آسفالت فکر شده است. او گاد، این اپیزود بلاشک بهترین اپیزود جنگل آسفالته. سه اپیزود از سکانس داداش هنگامه تو بیمارستان به عنوان تنها سکانس این شخصیت در چهار قسمت اخیر میگذره و حالا پاسخ پژمان تیمورتاش بد مذهب و شاهد هستیم به اون سکانس، اونم اینجا دو اپیزود آخر. سیریسلی تو زندان رخت پهن کردن، اوکی، ولی برنجم دم میکنن؟ خدا رو شکر که جنگل آسفالت ما رو با واقعیت های موجود در زندان های ایران مواجه میکنه. هم سفره شدن این پدر و پسر معنوی، همون فاینال تاچیه که باعث میشه ما شروع کنیم به حد زدن و گمان کردن که یعنی سرنوشت این خانواده کوچک در زندان به کجا ختم میشه تا زمان پخش فصل بعد. احترام بذاری نداره فایدم، دشمن کیه با خودم تو فایتم، داداش سایت چیه خودم یه سایدم. و این هم اون پایان بندی که هیچ سریال ایرانی تو کل تاریخ سینمای ایران نتونسته بود حتی نزدیکش بشه. آقای تارت زردالو، ناپلئونی، ریچارد شوگرددی، آتی دیوونه و خود شخص دیوید جانگل همگی گماشته های پاشا بودن. حالا دیگه خیالم راحته که 14 قسمت جنگل آسفالت دیدن اصلا بیفایده نبود. به هیچ وجه من الوجود این تئاتر برپا شد تا خانواده طلا به زیر کشیده شه بازی تاج و تخت. حالا میفهمم که چرا پاشا هیچ وقت ایرش طلا رو نگرفت به باد کتک، چون خب ردیف کردن این همه آدم برای بازی کردن در این تئاتر خیلی ساده تر بود. و میبینین پاشا یه دفعه سینما دار شد و من از خودم میپرسیدم چرا غافل از اینکه پژمان تیمورتاش یه نابغه تو خونه است که قرار از این به بعد اسمش سر زبونا بیفته. And there you have it. لطفاً به اینستاگرام نماوا و بازیگران سریال یورش ببرید و از مدیران بخواین تا هر چه سریعتر فصل دوم عرضه شه، چون این نمایش خانگی بدون جنگل آسفالت نمایش خانگی نمیشه.